ہے بسم الله الرحمن الرحیم ب ادامې درس ډ این ای ریپلیکیشن ا در درسې گذشته شما عمليه کاپي شدنې ډ این ای را خواندین و خواندین کې کاپی شدن دی در تولید مثل در, در مثل و در انتقال خواص یک عملیه بسیار مهم و حیاتی است یعنی وقتی که دی وقتی که حجرات تقسیم میشه از حجرات مادری، حجرات دختری یا حجرات جدید به وجود می آید باید در این ای کاپی شود یعنی کپی شدن کروموزوم ها یا رپلیکیشن کروموزوم ها وقتی که او اونا مضاعف می شوند یعنی تعدادشان زیاد می شوند مربوط دین ای رپلیکیشن هستند خ دین ای رپلیکیشن شما خواندین که در پنج مرحله تکمیل می شوند. در مرحله اول دو رشته یک دین ای توسط یک انزایم بنامی دین ای هیلیکیز از یک دیگر جدا می شوند تا یک نقطه معین. در مرحله دوم دو بالای یک رشته دین ای توسط انزایم دین آرین ای پولیمیری نه ببخشین. توسطی انزایم پرایمیس پرایمری آر این ای, ای علاوه میشو. و په در مرحلهی سیم مطابق پرایمری آر این ای توسطی انزایم ډی این ای پلیمریز 3 نکروټااید های ډی این ای علاوه میشو. و په در مرحلهی چهاروم یک انزایم اس بنا می ډی این ای پلیمریز 1 او پرایمری آر این ای را تعویز میکنه به نوکلئوتاید دی و در مرحله پنجم یک انزایم است به نام لایگیز یا لیگاز او انزایم فاصله ها یا سراخ ها را از بین می در بین نوکلئوتاید ها یعنی نوکلئوتاید ها را با یک دیگر می امروز می غلطي در سنتيز دي ان اي مي خوانيم وا همچنان تغييري ماهيت دي ان اي وا بالغشت يا برغشت دي ان اي به ماهيتي اصليي خود ها اول ميايم تغييري ماهيت دي ان اي ا تاوری که شما خواندین که مالیکول DNA ای یا دبل هیلکس DNA ای بسیار مقاوم است. اما در مقابل حرارت و پی ایچ در مقابل تغییر حرارت یعنی وقتی که حرارت بالا میشه یا زیاد میشه و تغییر پی ایچ که یا زیاد بالا میشه یا زیاد پایین میشه. توسط اینمی نو تغییرات دبل هیلیکس دی این ای باز می شوند یعنی روابط هیدروژنی در بینشان از بین می روند خواه اینمی روابط هیدروژنی که از بین میره یا به طور ساده اگر بگوییم باز شدن دبل هیلیکس دی ای, ای از خاطر دو از اثر دو فاکتور بسیار مهم صورت می گیرند فاکتورهای دیگه هم سرشان تاثیر گذار هستند طور مثال مواد کیمیاوی اشعه و بعضی چیزهای دیگر اما چیزهای مهم حرارت و پی اچ هستند در پی اچ بالا که زیاد بالا شود از حد نارمل و در پی چی پایین که زیاد پایین شوه از حتی نارمل دبل هلیکس دی ای باز میشه یعنی روابط هیدروژنی در بین دو رشته دی ای از بین میره یعنی وقتی که پی ایچ یعنی در محیطی که دی ای باشه اگر پی در در محیط از ده کلان شوه و از چهار پاین شوه اینمی چه که نوشته شده ای اشتباه است خو یعن پیچ وقتی که از چهار کمتر شوه از چهار کمتر شوه و از ده بالاتر شوه یعن ده باید در جای چهار نوشته میشد و چهار باید در جای ده نوشته میشد خیر ای یک اشتباه است ن وخت کې موهیت پهقدر قلووی شوه کی پی ایچ شان از ده بالا بره و یا وخت کې یو موهیت پهقدر تیزابې شوه کی پی ایچ شان از 4 پایین بره دوه وخت به دین ا زړار مې رسه یعنی و موهیت برای حیات دین ا مناسب نیس در نتیجه ډبل هیلیکس دین ا باز مې شه خب باز هم تکرار میکنم ده ای نوشته امی پیچ که بالاتر از چهار نوشته شده و پایین تر از ده ای اشتباه است ای حالت مناسب است یا محیط مناسب است یعنی ده باید در جای چهار انتقال شوه و چهار باید در جای ده انتقال شوه خب فاکتور دوم حرارت است حرارت هم بالای دی ای یا بالای ماهیت دی ای تاثیر دارند حرارتی که در او فیصد دب دبل هلیکس دی ای باز می شوند بنام تی ایم یاد میش یعنی اگر حرارت دی این ای بالا شوند یا محیطی که در او دین ای وجود داره حرارتشان بالا بره. در نتیجه یک حالت میرسه یا یک نقطه حرارت میرسه که در او دورشته دین ای از یک دیگر به جدا شدن شروع میکنه. پس اونمو حرارت بنامی تی ایم یا مکزیموم تمپریچر یاد میشه. خو اینجا بعضی مثال هایشان ذکر می کنم دین ای که در ساختمان خود جوره های سی جی زیاد داشته باشند یا جوره گوانین سایتوزین زیاد داشته باشند نظر به دین ای که جوره های ای تی زیاد دارن تی امشان بالاتر است هدفش چی است؟ هدفی گپی است که دی ای که جوره های گوانین سایتوزین زیاد دارن تی امشان بالاتر است یعنی در حرارت بلند هم شاید دبل هلیکسش باز نشود و دین ای که درو جوره های ای تی یا ادنین تایمین زیاد باشن او باز در تی ایمشان پایین تر است از دین ای که در او جوره های سی جی زیاد باشن طور مثال این ای پستانداران این ای پستانداران که چیل درصد جوره های سی جی داشته باشه یا جوره های سایتوزین گوانین داشته باشن تی ایمشان اشتاد هفت درجه سانتیگرید است ای یک مثالش است ای به این اگر یک دی این ای پستانداران وجود داشته باشه که در او جوره های گوانین سایتوزین کم باشن یعنی چیل درصد باشن ٹی ایم یا مکزیمم تمپریچر برای باز کردن یا باز شدن دبل هیلیکس ایشان و 7 درجه سانتیگراد است یعنی اگر یک دین ای از پستانداران که چل فیصد سی جی جوره ها در حرارت اشتاد و درجه سانتیگراد واقع شود دو رشته اونمو دین ای از یک دیگه جدا می شون. خو میایم به عنوان بعدی غلطی در سنتیز DNA ای و اصلاح آن خو یک چیز مان در تغییر ماهیت DNA ای وقتی که توسط حرارت به اندازه برسه که به تخریب شدن یا به با باز شدن دبل هیلیکس شروع میکنه برای بازگشت یا برگشت به ماهیت اصلی خود بعضی مواد برشان مهم هستند طور مثال فورم اماید فورم اماید یک ماده است که تی ام دین را بالا میبرند یعنی اونمو فرم اماید در بازگشت به با ماهیت اصلی دی ان ای رول داره و کمک میکنه خب غلطی در سنتیز دی ان ای و اصلاح آن طوری که شما در درس گذشته خواندین که در سنتیز دی این ای امکان داره غلطی ایجاد شود اون نمو غلطی پس میشه. یعنی <applause> اکثریت میوتیشن ها از خاطر غلطی در سنتیز دی ای هستن <applause> در سنتیز دی ای غلطی های متعدد به وجود می اما مهمشان دو گونه غلطی هستن. یعنی واختي ک ډی ان ای ریپلیکیشن میکنه امکان در زهات غلطی در سنتیز شان ایجاد شوه دو مثال توستیه کامل رشت یا کرشته ډی ان ای روابطی پاسپور دایستری شان از بین بردمه شه یا روابط هیدروجن شان از بین بردمه شه یا قلویات نیتروجن شان تغیر موقعیت میشه یا تغیر ماهیت اصلیت میشه یعنی در سنتیز ډی ان ای غلطی های متعدد وجود دارن اما مهمشان دو گونه غلطی هستند. غلطی اول تغییر موقعیت در قلویات نایتروجنی یعنی شما خواندین که در ساختمان دین ای همیشه ادنین در مقابل تایمین جای میگیره شما در شکل میبینین

ای هم یک نو غلطی است یلا میګر ترانزیشن میوټیشن شما در ژنیټیک خوانده بده و دربین سی و تی کی ویکټوري سرخ رسم کده ام ای به موناس کی اگر سی باټی تعویض شوا یعنی درمقابل اډنین سایتوزین جای بی ګره او درمقابل ګوانین تایمین جای بی ګره ای باز هم یک میوٹیشن او اس اور میگا ترانزیشن میوٹیشن یعنی تغیر موقعیت در قلوویاتی نیتروجنی یک غلطی است یعنی نمشه کې غوانین درمقابل تایمین جای وي ګره یا ادنین درمقابل سایتوزین جای وي ګره خا یک غلطی چې بود درې ای بود چې در موقعیت قلوویت نیټروجنې در داخلي ډي ان ای به وجود میاي اېنا مې نا غلطی تاسوت انوایمډ ډي ان ای پلیمरेज وان اصلاح نشي ای غلطی یاني baseX غلطی در ساختمان ډي ان ای اسلاح همیشه یعنی اسلایشان امکان پذیر استن و بعضی غلطی‌ها هستند که اصلاح نمی‌شوند یعنی شما در میوٹیشن خواندین که یکشان استیبل است دیگه شان انستیبل است استیبل از تقسیمات حجروی میگذرند و انستیبل از تقسیمات حجروی نمی‌گذرند یعنی اصلاح میشن غلطی دوم ا تغیری اصلیت قلویاتی نایتروجنی هستند یا دی‌آمینییشنِ قلویاتی نایتروجنی یعنی وقتی کی یک قلووی نایتروجنی اصلیت خود را از دست بده و مالیکول دیگه تبدل شوه اې هم یک غلطی است تور مثال دی‌آمینییشن یعنی وقتی کی یک قلووی نایتروجنی دی‌آمینییشن مےشه یعنی گروپِ آمین کی از دست مېته. ای هم یو غلطی است. په واره مثال وختي کې سايتوزين دي ايمينيشن شوه به يوراسل تبدل مېشه. مثلا در ډين ا ای سايتوزين موجود درا او نمو سايتوزين اگر دي ايمينيشن شوه به يوراسل تبدل مېشه يوراسل باید در ډين ا ای نه باشه. و یو راسل د ري ان ا وجود هم ندارم یعنی یو راسل به ډي اوکسرایبوز واسل نه شي ای یو ی اک غلطیا دا ور مثال وخت کې اډنين ډي امينيشن شوه و به هاي پوزنتن تبدل شوه از ډي امينيشن اډنين هايپوزنتن به دست میا پس ادنین در داخل DNA این ای وجود داره اما هایپوزنتین در ساختمان دی این ای کار نمیده یعنی وقتی که ادنین با هایپوزنتین تبدیل شوه ای یک غلطی است و نمو غلطی باید اصلاح شوه خلاصه ای که در سنتیز یا در ساختن DNA ای غلطی به وجود می آید بیا په غلطی ا ستن کې توسوتي انزائم دي ان اي پليمريز 1 اسلامي شون وو بیا په غلطی وجود داره کې توسوتي انزائم دي ان اي پليمريز 1 قابلیت اصلاح نيستن غلطي اي کې قابلیت اصلاح نيستن او به حجراتي دختري انتقال مياوه و غلطي هاي کې قابلیت اصلاح ستن او به حجراتي دختري انتقال نمیه و و اصلاح میشه ای بود درس امروز ما و شما در درس آینده ما و شما عملیه ترانسکرپشن میخوانیم یعنی عملیه که در آن از DNA یک ام آر این ای به وجود ما خو محصلینو عزيز اگر شما د در باره درس کوم سوال درين مې تانه نورا در ګوګل کلاس مطرح کنين و جواب به وخت معين و معلوم بري شما وړاندې اميشه تر بیا مو په پا لاس پارم هيچار